با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه گرجستان، بخشی به نام اتاق ایران در این دانشگاه تأسیس شد. کلاس‌های زبان فارسی به مدت 2 سال است که در دانشگاه گرجستان مشغول فعالیت هستند. اما تأسیس اتاق ایران به عنوان فعالیتی وسیع‌تر در حوزه علم ایران شناسی در گرجستان به شمار می‌رود. به نام خدا، امروز با زحماتی که کشیده شد شاهد تأسیس و بازگشایی اتاق ایران در دانشگاه گرجستان بودیم. هدف از افتتاح این اتاق برقراری روابط فرهنگی و ادبی بین دو کشور بود و سعی می‌کنیم در آینده نزدیک با زحماتی که کشیده خواهد شد بین طرف‌های گرجی و ایرانی، روابط دو کشور رو به سطح مطلوب و طلایی دوران خودش برسونیم. امیدواریم با افتتاح این اتاق شاهد جذب نیروهای مستعد و جوان در رشته‌های زبان فارسی و ایران شناسی باشیم و از این مسیر بتونیم ایران شناسان و ادبا و فرهیخته‌های بزرگی تو جامعه گرجستان تربیت و برای زبان فارسی سرمایه‌های بزرگی داشته باشیم. افتتاح اتاق ایران در دانشگاه گرجستان گام جدیدی برای توسعه روابط علمی پژوهشی بین دو کشور محسوب می شود. دانشگاه گرجستان بزرگترین دانشگاه خصوصی کشور بوده و همکاری آن در بخش شرق‌شناسی و مطالعات ایران و ایران‌شناسی امکانات مناسبی رو برای دانشجویان فراهم می کند. دانشجویان ما خیلی علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی، به مطالعات مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معاصر ایران و ما هم سعی میکنیم که با کمک دانشگاه های ایران سطح ایران شناسی در گرجستان رو بالا ببریم. با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس این اتاق ایران مجهز شد. ما تمام تجهیزات لازم، کتاب‌های درسی، پژوهشی در اختیار داریم. به عنوان مثال، مثلا کتاب زبان فارسی که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک کتاب اصلی زبان فارسی استفاده میشه، تمام 4 جلد در اختیار ما هستش. در کلاس آموزش زبان جداگانه کامپیوترهای مختلف وجود داره که در این کامپیوترها این نرم افزار هم نصب شده. این نرم افزار مربوط به همین کتاب درسی است که به دانشجویان ما کمک میکنه بهتر زبان فارسی رو یاد بگیرن. ما واقعا از زحمات فراوانی که سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس کشیده در راه تقویت ایران شناسی در گرجستان صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که در آینده نزدیک همکاری های بهتری و بیشتری با دانشگاه های ایران و مراکز علمی ایران داشته باشیم. تأسیس این اتاق با امکانات کامل تدریسی و تحصیلی اشتیاق دانشجویان این رشته را چند برابر و محیط بسیار مناسبی را برای آنها فراهم کرده است. در اتاق ایران در کنار این مواد درسی که ما استفاده می کنیم به کار می بریم، محوره هم نصب شده. دانشجویان امکان تماشای شبکه های مختلف جمهوری اسلامی دارن برای تقویت زبان از یک لحاظ و از لحاظ دیگه برای آشنایی با زندگی روزمره مردم ایران، با وضعیت کشور، برای آشنایی با برنامه های فرهنگی، علمی و آموزشی شبکه های مختلف ایران اهمیت ویژه داره که این محوره هم با کمک سفارت جمهوری اسلامی تجهیز شده و نصب شده اینجا. ما امیدواریم که در آینده نسل‌های جدید ایران شناسان گرجی در این دانشگاه پرورش بشن که در خدمت همکاری‌های فرهنگی و دوستی بین ملت شریف ایران و ملت گرجستان خواهند بود. اسم من لیلا اونیکاشویلی است. من دانشجوی سال اول رشته شرق شناسی و مطالعات ایران هستم. در دانشگاه گرجستان با همکلاسان خود زبان و ادبیات فارسی، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را درس می‌خوانیم.
چند لکتوری بدانی الکساندرا قانایرات سیلوبسروم شد. من به تازگی یادگیری زبان فارسی رو تحت آموزش آقای الکساندر چلوخاتزه شروع کردم. ایشان به عنوان یک استاد رده بالا نه تنها ما رو با زبان فارسی بلکه با فرهنگ زیبای ایرانی نیز آشنا می‌کند و من مشتاقانه منتظر لحظه سفر خودم به این کشور خواهم بود تا تمام زیبایی‌های آن را با چشم خودم تجربه کنم. در پایان مؤسس این اتاق در دانشگاه گرجستان خانم گیولی آلاسانیا و سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان آقای عباس طالبی‌فر صحبت‌هایی را راجع به همکاری‌های آینده در حوزه تحصیلی بین این دو کشور به عمل آوردند. امروز یک روز بسیار هیجان انگیز برای دانشگاه ما به شمار میاد. روابط علمی و تحصیلی بین کشورهای ما شدیدتر و با قدرت بیشتری در حال فعالیت است و به زودی پروژه جدیدی رو نیز با همکاری و حمایت ایران آغاز خواهیم کرد. از طرف خودم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان برای سهم بزرگی که در توسعه روابط ما و افزایش امکانات دانشجویان داشتند قدردانی می‌کنم. شبکه جهانی جام جم، گرجستان، تفلیس.